چه بساطی این آخر شبی بر ما درست کرده. نه هیچی مفاجأه نشد. پیر نخوردی؟ ترسیدم. فقط ترسیدم. بیا. چی رو چرا شلیک کردی تو؟ شلیک؟ رمبو شدی؟ شلیک رمبو میبندی تو؟ آقا شلیک کرد میگه شلیک کردی. من میخوام بدونم دست بیدی که دادن دست جنوبالی آیا زامن نداره که دستتو گوشی رو موشه تر حرفیه تو میزنی؟ اما خانم منو نگاه کن، من سر پوز بدم با این شکارچی غیر قانونی درگیر شدیم. آقا من تعقیب کردم تا وسط شهر، زامن اصلا کشیدم شیلی کنم به اینشون اومدم با گفت آره همه منتظر شده شکارچی غیر مزاش که شامل شیلی کنم کردم تا شیلی شیلی کنم بس کنم خیلی دارم کنم خیلی کنم خیلی کنم شلی کردی خونه در محاصره است، بیا پایین خود تو تسلیم کن. پلیس پلیس بهبود فریبا، یعنی نام من بهبوده، نام خانوادگی من فریبا و در واقع ببخشیم جناب سران، شما تازه منتقل شدین به علی آباد، چون توی علی آباد همه منو میشناسن، نیست که محیطبان هستم. آره محیطبانه. بله. اینا این ماشین که جلو داره مال محیطبانیه، این مجسمه ها منزل ما. از خودش هیچی ندارم. عرض میکردم جناب سران، بنده سر پست بودم امشب، داشتم گشتنی میکردم توی جنگل که به ناگهان یک پلنگی جلوی من ظاهر شد که ولی پلنگ داره اینجا. بله پلنگ داره، گراز داره. من توضیح میدم، من اجازه بدین آقای فریبا، من توضیح میدم. حقیقتش اینه که یه عده جانورشناس مدت‌های مدیدی بارها این دورور چرخیدن، تو این جنگل‌ها چرخیدن، دوربین کار گذاشتن، اینا نتونستن پلنگ ببینن. ولی از چه قراره که داماد ما هر دفعه پلنگ میبینه ما خودمون موندیم. داماد شماستشون؟ داماد ماست. بله من توضیح میدم خدمتتون. حقیقتش اینه که پاسی از شب گذشته بود، ما در خانه زیر کرسی خوابیده بودیم. بعد یه حالتی بود که هیچ هما جان توضیح میده. ما همه خواب بودیم، یه گوساله اومد تو خونه و ما همه وحشت کردیم، داشت همه چی به هم میریخت. بعد ایشون همون موقع رسید، گوساله رو دید، ترسید، شلیک کرد. بله تو یه پلنگ دیدی نترسیدی، اون وقتی گوساله دیدی بسش برگ با
یه دروغ بگی منم باور کنم. چه دروغی نداری؟ دروغ میگی دیگه. دروغی نداری به شما بگم اصلا برای اصلا اینجوری نبوده جناب سروان. من که اومدم تو خونه این گوساله یک هم اومد تو شکم من ناخودآگاه دست من رفت رو ماشه که رگبار بسم، وگرنه هیچ اختلاف خانوادگی نبوده. به من نگاه کن جناب سروان، هیچ مسئله زن و شوهری دعوا تصویر حساب اصلا حادثه بود که کاملا اتفاقی بود. خدا رو شکر هیچ کس هم هیچ صدمه‌ای نبود. پس سروازی چه شکلی؟ مویدبانم، عرض کردم من درگیر شدم با شکارچیای غیر قانونی. اینا پلنگ همچین نشونه گرفته بودن با تفنگ، من پلنگ فراری دادم، اینا لجشون در اومد، 7-8 نفری ریختن سر من، من چکی لغدی کردم، گلنگدنگ کلاش که گرفتم، اینا فرار کردن، من تو وسط علی آبا تعذیب کردم. شما از این آقای شکایتی ندید؟ شکایت که شکایت، هر شکایتی داری بگو زمینه پرونده. شما از من شکایتی نیست. مثل این که یه خانومی زخمی شدن، ولی معلوم نیست کجا. خانوم ما خانوم نه، ما دو تا زنیم، زن یک زن دو. زن نه آخه. پدر جان، گفتی کی تیر خورده؟ لیلا. لیلا کجاست؟ لیلا کجاست؟ لیلا کجاست؟ لیلا خانم کجاست؟ لیلا مادر منه، یعنی مادر من بوده، 10 سال پیش فوت کرده، تموم شده. آقا جمع کن بیام پاسگاه اونجا توضیح بدیم. جان مادر عزیزم، جان مادر دارم قسم خیال میبینه. خیال داره میبینه، من توضیح میدم. ببینید مادر من، پدر من یه جوریه که مریضی داره، اجازه بفرمایید. مریضی داره، آلزایمر داره، فراموشی داره، نسیان توضیح بده. آلزایمر داره، بعد الان توهم هم اضافه شده. میدونم خواهر شما توضیح داری بیا پاسگاه جمع کن. یه چیزی بهش بگم، توضیح دارم. پنجلی به من بگی کجای پای ماما لیلا زخم شده. آره نشون میدی، یه لحظه تشریف بیارین خواهش میکنم. ببینیم بالا بفهم اینجا بابا، نشون میدی پس بوده. ببینم بابا کجای پشت درم. آها اینجا. اینه. آها اینه. بله من الان پاشونو پانسما میکنم. ببخشید. باشه من الان این پا رو میبندم، زخمش هم خوب میشه. ببخشید. کجای پاشه بابا؟ ملازم میفرمایید؟ میبندم بابا، دارم میبندم. اصلا مادری وجود نداره، مادر من تبدیل به هوا شده، داره هوا رو پانسه. به هر حال من باید گزارشم رو کامل کنم، فردا صبح همگی تشریف بریم پاسگاه، اونجا توضیحات بیشتر رو میدیم. خیر، ما فردا رو اصلا نمیتونیم بیایم، عروسی داریم ما. یعنی چی ما عروسی داریم؟ تو اصلا میدونی تیراندازی و اسلحه جنگی یعنی چی؟ ما عروسی داریم. خود ما قربانی تیراندازی هستیم، عاملش اینجا وایساده. ایشونو ورداریم ببریم انقدر کتک بزنیم واقعیت بگه. مرد حساب این چه حرفیه تو میزنی؟ تو شاهد نبودی؟ تو حقیقت ندیدی با چشمای خودت؟ عزیزم من دارم روند ماجرا رو عرض میکنم. روند رسیدگی به پرونده اینه که منو ببرن بازداشت کنن کتک بزنن به من؟ نه روند رسیدگی اینه زن بچه منو بردارن ببرن پاسگاه، خواهر مریض منو بردارن ببرن پاسگاه. خواهر مریض تو زن منم هست. آقا شما برو جواز نشون بده. مسئله اصلا مسئله جواز نیست، فردا همگی تشریف میارن یا به عنوان مظنون یا به عنوان شاهد. این که میگن عروسی، نه این که ما میخوایم بریم عروسی، که ما خودمون میزبانیم. عروسی هم نیست ها، هنابند و نامزدیه، ولی خب ما خودمون. بالاخره خواهر من عروسی دارین یا ندارین؟ آخه چقدر حرفتون عوض میکنید. عروسی دارین یا عروسی؟ اجازه بده با توضیحات نامرموز ذهنشون منعرف نفرمون شما. ببینید من یه پسرخاله‌ای دارم اینجا، ترانزیت داره، کامیون داره، ترانزیت داره، به اسم عرسو نمیدونم شما میشناسید؟ کامیون ترانزیت عرسو عامل. بله عرسو عامل پسرخاله شما. کی به این زن داد؟ با خودمون موندیم کی به زن داده. حقیقت ماجرا اینه که هندلینگ ماجرا این با منه، یعنی مراسمش با منه. همسر بندم آشپزخونه دارن، غذا رو به عهده گرفتن. ما نمیدونم از علی آباد شما وارد که میشی بعد پمپ بنزین آشپزخونه زده سارا میگه اون کارت بده من. کارت بده من. غذای محلی، انواع غذای هر چی شما بفرمایید. خواهر بفرمایید. شما بفرمایید. چشم بفرمایید. شما بفرمایید. شما بفرمایید. در بابا سرکار جواب سلام چی شد؟ هویتشون از طرف محیط‌بانی تایید شد. مرد حسابی اسلحه بر چی میری خونه؟ نزدیک بود خانواده‌ات رو بکشتن بدی. احسن منم همین عرض میکنم، ولی معلوم نیست چه مرضیه که دوست داره اسلحه رو ورداری بیاره تو محل دور کنه. من نمیدونم بابا. سرکار اسلحه و بوکا رو ضبط کن، یاد زمین پرونده شد. فقط قربان من 8 تا بوکه پیدا کردم، 21 هم داخل خشاب جا مونده، یه دونش کم. سرکار استوار سخت نگیر، من اونو پیدا میکنم. فقط این اسلحه رو من فردا باید ببرم تحویل جنگلبانی بدم. جان لازم نکرده، فردا صبح بیا پاسگاه. بفرم بفرم این پاسگاه کفان جناب سر. تفنگ برای چی بردن اینو؟ یا
میبینی چه بساتی درست کردی آخر شبی؟ من بساط درست کردم، تو بساط درست نکردی، گوساله رو برداشتی وسط حیاط بردی بسی. گوسفند قاد بود که تو گوساله رو بیاری جلو پای داماد بزنی زمین، اونم عرستو. من نمیدونم شما چرا خجالت نمیکشی آخه خوشگل پسر. من حداقل جای شما بودم فرافکنی نمیکردم. اون دست بیلی که دادن دستم از اون مواظبت میکنم، کنترل میکنم، تری نمیبستم رو به خانواده. گلوله رو چیکار کنم بردام؟ گلوله رو چیکار کنی؟ شما که بلدی. بگو 50 تا خرس به من حمله کرد، 70 تا پلنگ به من حمله کرد، این به من حمله کرد، اون به من حمله کرد، اینه زدم، اینه زدم، اینه زدم. شما بلدی دیگه، شما همینا رو بگو دیگه. بلدی دیگه. داداش، گرفتار شدی. هما جان، هما چیه بابا؟ چیه هما؟ کفشم ببین. ای خدا. کفش به این گرانی نابود شد دیگه؟ فرداشم چی بپوشه بنده خدا؟ بهبوده چه کار کنه؟ بابا بلنشون قنشکن رو برده بیا. من گوشکو بردم. درست نمیشه من میدونم. چرا بابا جا من درستش میکنم. بچه شدی گریه میکنی؟ بسه خودش درست نشه. حرف مف میزنم. چنگل بارین چی کنم؟ لعنتت کنه بهبود. خدا نکنه چی شد؟ ببین چی شد؟ بفرما شلی کردی؟ سلاخ کردی؟ خدا رم کرده. تنوشانسی که آوردم من توی این کد نبودم، اینه قلب منو زده بود، داغون کرده بود. حالا حقش هست من بزنم این مرد از خونه بیرون کنم؟ آره. داداش پیله کردی به بهبودا؟ بابا گوساله اومد تو، به بهبود چه ربطی داره؟ گوساله پوکه گلوله رو خورد. کیه؟ حتما پلیسان دیگه قانع نشدن، رفتن نیرو آوردن. حتما. بله. بفرما. کیه؟ رحمت رحمان رحیم. کی؟ رحمت رحمان رحیم. چی میگن؟ میگن یا الله. چرا در وا کردی؟ بیان تو. بیان تو هان این وقت شب. باریکلا. باریکلا شبون کت خدا. باریکلا. باری کلا مرد با خدا، باری کلا. حواستون رو جمع کنید. اگه پرسیدن این موقع شب سرزده اینجا چه کار میکنید، بگید داشتیم رد میشدیم، دیدیم چراغاتون روشنه، گفتیم فردا هم مجلس دارید، بیایم ببینیم کمکی کاری چیزی از دست ما ساخته است یا نه. بله داداش. الان هم یواشکی نور چراغ‌های موبایلتون رو ببرید دور ماشین، قشنگ بالا پایین کنید، ببینید خطی خشی چیزی نیافتاده باشه. بله داداش. یا الله. اینا واسه چی اومدن اینجا؟ واقعا این سه نفر داشتن از جلوی در خونه ما رد میشدن؟ اینا صدای تیراندازی رو شنیدن، نگران ماشین شدن و بلند شدن اومدن. ماشین رحمت واسه چی گرفته؟ همان جان عرستو گرفته، خواسته جلو فامیل تهرانی زنش پوز بده. این رحمت هم که سرتون رو خود نمایی رفته تو همه علی آباد پر کرده که آقا من ماشین دادم به اینا، ماشین شاسی بلند دادم به اینا، آبودوشون رو خریدم من. آخه این رحمت خروس باز پول از کجا آورده شاسی بلند خریده؟ اگه پول قمار باشه که خیلی بچه کنه. فکر کن اول زندگی اینا سوار مال حروم هم بشن، برکت میره از زندگیشون. سوی چوبه بر بده اینا بره. ولی همه ماشین ها هواپیما رو میمونه. میخوام نباشم. اینقدر دوست داشتم این ماشین رو یه بار سوار شم، نشد. دست گولشه دیدین؟ آقا گفتی رمبو سر بازی کاری همه رو تیر بارون کردی؟ بفرمون چه ای؟ آرامت رین جان، رمون جان، والا خدا رو خوش نمیاد. بابا این عرصی گناهه، من نگاه کن. بعدش هم ما این وقت شب چجوری ماشین جایی گذین کنیم الان؟ بهبود جان داداش چرا داری ماجرا رو میپیچونی؟ سر کوچه ما یه آژانسه،
پرشی های تمام سفید داره، اونو میگیرم میارم خدمت شما، گلم میچسبونیم بهش، شبم که راننده داره میره 50 تومن میذاریم کف دستش، راضی میره سر زندگیش. رحمت جان به من هیچ ربطی نداره این مسئله، این مراسم هندلینگش با این آقاست. آقای هندلینگ، جناب معمولی میفرمایند که شستی بلند مسئله داره. آقا مسئله داره؟ آقا به مرگ این دوتا که میخوام دنیاش نباشه. اگر شاسی بلند فقط مال خود من بود که مسئله نداشت، مینداختین ته دره آتیشش میزدید. ماشین مال شما نیست؟ نه میدونیم مال هممونه، اون زمین ارث پدری بود که ما زمین شالی رو ما فروختیم. زمین شالی رو که ما فروختیم، چارتایی با هم دیگه دادیم یه شاسی بلند خریدیم. چارتایی؟ رحمت، رحمان، رحیم، رامین، داداش کوچیکه، بچه پر روه، یادت نیست؟ منتها میدونی داداش، ما خودمون ستایی اومدیم پیشنهاد دادیم با آقا عرسو که این ماشین رو برداره برای ماشین عروس، ولی این رامین داداش کوچیکه یه مقدار حساسه به ماشین. غیر اینه داداش؟ نه داداش، ما چارتایی با همدیگه این ماشین رو سوار میشدیم، منتها دیدیم یه روز یکی میخواد بره فیروزکوه، یکی ساری کار داشت، من میخوام برم سر ویلا، این بود که دیگه تایم شیرینش کردیم. چوشیرین؟ تونجیری هندلی تایم شیرین، مالکیت زمانی. ما 4 هفته است، هر هفته ماشین دست یکیه، از این شب جمعه تا اون شب جمعه بنزین پر تحویل میگیریم، بنزین پر تحویل میدیم، هزینه روغن و فیلتر و اینا هم سرشکنه. البته شما یه مقدار بدشانسی آوردین، اونم این بود که دیگه این زمان مجلس شما یه خورده عقب جلو شد، افتاد رو تایم رامین. رامین هم که میدونین دیگه داداش حساسه به ماشین. غیر اینه داداش؟ نه داداش. رحمان جون، عروسی بیچاره ساعت 5 داره میره ساری، عروس ورداره از آرشگاه بیاره، ساعت 6 هم میرسه اینجا، یعنی میرسه منزل من، امارت من. 6 و نیم، 7، 7 و نیم، 8، 8 و نیم، 9 شما بیاین با رامین ماشین ورداریم ببرید. علی جان داداش من شرمنده دیگه، با این بچه صحبت کردن، بچه رو توهمی کردن. این رامینه توهمیش کردن، میگه این چسبایی که باش گلو میچسبیدن رو ماشین، وقتی بکنی این متالیک ماشین رو برمیاره. خب این ماشین هم وقتی یه خط و خشی بیفته، یکی 2 میلیون تومان از عقبش میفته دیگه، و الا اگر ماشین برای ما بود میبردی داداش تو دره مینداختی، آتیش میزدی، خط مینداختی، دوغون میکردی. غیر اینه داداش؟ نه داداش. نه داداش. نه داداش. نه داداش. متالیکه. صدای سلاح اومد چی بود؟ زنیم میخه بزرگ نزنی به دیوار. داداش این کپسولاش خطرناک نیست؟ بیا صندوق میبره، بیا سماور، سماور.
یواش باقا، یواش بگیر. نقی! فرصه نباید. نقی! ببار بزن اینجا تو پیلوت. بیا بابا. اومدم، اومدم من. بابا میا این گوی سلام برده بریم اونو کار بگیر. بزنم اونجا، بزنم اینجا. موازه باش. آقای هم دیلیم، بیا بیتالات تحویل بگیر، ما هزار تا بدبختی گرفتیم. آقا این میزه داری میبری، بالا نبری اینا، شام پایین. میگم بارون نیاد یه وقت. بارون؟ نه، چک کردیم، اینا با هواشناسی هم چک کردیم. گفتن 48 ساعت نه بارون نه چیزی، خشک خشک هوا. آقای من نگاه کن، یه وقتی پلو این فاک فومین جریان تیراندازی دیشب تعریف نکنی، اینا دست میگیرن نقی؟ نمیگم. مولا ما در ضمن من مانده جغتایی را مجازه دعوت کردم امشب بیاد اینجا با خانواده. با خانواده؟ بله. یعنی شما میخوای شب جلوی رئیست غیر بدی؟ آدم با حالیه بابا نترس، من میام آرایشگاه. باشه باشه. فقط ببین شب داریم یا این مراسم، یادت باشه ترررررر توفنگت ور نداری بیاری همه رو رگبار ببندی. برو هندل ده بزن بابا. دستی تو میزن؟ بله درم. آنقی جان بابا این چی وضعی آخه چی شده چی کاریه نگاه کن خب این ساختمون هنوز بیچش خوش نشده تازه ساز این چی داستانیه بابا شب 200 نفر اینجا مهمانن هر کدوم میان یه ها میکنن اینجا خوش میشه دیگه بابا حالا که پس شوخیت گل کرده سر حالی بیا این ساختمون رو تحویل بگیر ما تحویل بدیم دیگه مسئولیت نشسته باشیم لاغر عمارت کامله تکمیله یعنی نه کی میگه تکمیله این ساختمون هنوزم میگم ستون مخه سالن ستون مخه ستون مخه آقا جان اینجا اگه ستون داشت امشب مجلس نمیشه توش برگزار کرد ستون که نباشه آدما میتونن همدیگه ببینن کسی که تو سالن میشینه میتونه اون یکی رو ببینه جلوی دید نمیگیره بچه‌ها میتونن بدو بدو کنن بازی کنن آقا شما به مهندسی من اعتماد داشته باش آقا میل خودت میل خودت هر چی خودت دوست داری ببین ما هم 4 تا کاشی کم اومده از قائم شهر فرستادم بگیرم این رو نصب کنم امشب دیگه کارم تمومه بلیتم گرفتم با امید خدا مرو میری؟ کجا میری؟ ببین نقی جان اگه مسئله پوله تو بعدم بری ما حواله کن ما این چشمان به تو اعتماد دارم مسئله پوله بفرما این 6 میلیون پوله رایج مملکت بزیبو. پول شما بزیبو بفرما متاسفم من شب باید شما اینجا تشریف داشته باشی مجلس باشی شام همسر من بخوری بعد تشریف ببری نقی جان دای جان ببین ما شام هما خانم هزار بار خوردم دستشم درد نکنه ما الان برم یک چهارواحدی تو گرگان گرفتم همون را بنزم تا شب عید خود برسنم دیگه بزن بچم یعنی شما اینجا رو ساختی نمیخوای تو افتتاحیش باشی؟ ببین تو که حرف ما رو گوش نمیکنی ولی نقی جان این کارت هم این ستون نزدنت غلطه آخه آدم خانه ای که هنوز نوسازه کسی توش نامده عروسی توش میگیره آقا جان اولا عرسو پسرخاله منه عین برادر من میمونه بعدم که آقا جان مجلس شادیه هیچ کی پاشه نذاشته اینجا بهتره این خونه وقتی درش میخواد باشه به شادی باشه به خوبی باشه این بهتره که دیوانه ای به خدا جانم جانم آقا عرسو شفتنشه اوکی خدافظ خدافظ آقا بردار اینا رو جمع جور کنین داماد اومد بودو بودو اسپنده بگی بیاد باه 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 آقا به دردی ها نزن اینا موازه باشی بریم بریم زواتو کنیم کنگی و دستت در نکنه دمت گرم اینجا رو نورانی کنیم آقای سرطر تهرانی پدر خاله من به آقای نقی معمولی پسر خاله عزیز و شریف من که به تو گفته بودم مادر شیما خاله مادر خوب هستی خوب هستی دست در نکنم دمزه بگیرون برا بگیرون برا بس من حساسیت آقا 10,000 تومان تا شب بر شباش بدی یا بفرمایید اینه؟ بله اینه این یعنی این عمارتی که پسرخاله عزیز بنده آقای نقی معمولی ساختن این در واقع با این عروسی گشایش میشه یه جورایی در نکنه منظورم اینه که اصلا اینجا میشه مراسم برگزار کرد بله مادر من عمارت بزرگه سالن سرسرا بزرگ همه چی داره دلبازه بفرمایید بفرمایید در خدمت باشیم من اینجا حداقل 300 نفر جا میدم مادر جان شما بفرمایید راهنمایی بفرمایید آقا عروس خانم عروس خانم سر را گذاشتیم ساری آرایشگاه ساعت 5 بعد بریم دنبالش شاسی بلند شاسی بلند اون شاسی بلند حله بفرمایید شاسی بلند مادر جان بفرمایید بفرمایید ببخشید من جلو جلو میدم بفرمایید بفرمایید بفرمایید
ببخشید من اصلا متوجه نمیشم شما چی میگی. این الان اشکالش چیه؟ خارمان فارینیکا اسم خارجیه. اسم خارجی هم ممنوعه. نه شما یه جوری میگی انگار خارجیه، وگرنه سارونیکا اسم دخترای منه، ایرانی هم هست. قبول دارم سارونیکا رو اگر مجزا بگی آره، این سارونیکا سارایبو، سارونیکا سارایبو خارجیه دیگه. الان من میگم اینجا رو تخته کنم، میگن اما که بعد اینجا رو تخته کرد. نه تو رو خدا نه، میگه فلانه، میگه بیساره، نمیدونه شما مقصری که حرف تخته کردن رو خواهش میکنم نزنی. ما امشب عروسی داریم، 150 تا غذا باید بدیم بیرون، آبروی ما به من ربطی نداره، من مامورم ازو. آقا ما اصلا امروز بیرون بر نداریم، مشتری هم نداریم، خوبه روی این تابلو رو امروز بپوشونیم؟ خوبه؟ آبجی چرا شما به جای حل مسئله صورت مسئله میگیری پاک میکنی؟ نه. این خارجیه باید کنده بشه. خیلی خوب سارا و نیکا بذاریم، قبوله؟ قبول آقا؟ آفرین این درسته. ببین شما یه الف بین سارا و نیکا بذاریم مشکل حل باشه. خوب من میگم حتما یه دونه الف بذارن بشه سارا و نیکا، دیگه دیگه مشکلی نیست که. سلام علیکم. سلام. حالا عروسی کی هستش؟ عروسی پسر خاله منه، عرستو. میشناسی؟ عرستو؟ کامیون داره. آبه. اوه یه کامیون داره. اتفاقا ماشینش هر موقع خراب بشه میاد میشه دارش من. زنگ علیودی نیست که. نه. اهل تهرانم. تشریف بیارین عروسی. فقط خواستین تالار مراسم بگین یادتون باشه. چی یادمون باشه؟ مجوز اماکن میخواد. آها باشه. الف هم یاد نکنه. نه نه اونو که حتما خیالتون راحت، همین امروز میگم الفو بچسبونن. خدافظ شما. خدافظ. دستتون درد نکنه. دوباره سر میزنم. باشه. خدافظ. خدافظ. این گیرودگار اینا اومده پیله کرده به اس. ول نمیکرد بدبختی. فهیم جان، جان این کلید خونه. آها خب کارتونا رو گذاشتم تو اتاق کوچیکی. خب یه کارتون بزرگ هست، کارتون یخچال. لباسای من اون تو به کاوه. خب بنفشه بود من از قشم آوردم، حریره گشاده. گل طلایی. آفرین. اون فردا فکر کنم بهت بخوره دیگه. خوبه دیگه اون خوبه. فقط ببخشید اما جان تمام لباسای من به من تنگه. از پس شاخ شدم. بریم ماهای بالا دیگه لباسای منم بده نمیخوام. فقط فهمید اگه صاحب خونه رو دیدی این کارتونا رو نشونش بده بگه جمع کردن. خب جمعه اسباب میبرم. شنبه بیاد کلیدو بگیر. میگم تو خودت کی میخوای حاضر شی؟ همینا بگو. این چوزای داریم اینجا. فقط ببین آ لباسای من یادت نره ببری. آ بیا دیگه. آره دیگه زدم به در کمد. خب مانتوم هست، روسریم هست، همه رو ببر. همه رو ببر. میبرم. من ببینم چه خاکی به سر میریزم بعد بیام حاضر شم. خیلی خب من رفتم. برو داشتی زنگ بزن. برو سلامم. آقا نقی یه گوسفندم از سر ما زیاد بود. زحمت کشید. آقا تهرانی گوساله رو منظور فهمید این گوساله. گوساله. بله بله. این گوساله رو ایشالا میخواییم جلوی پای شیما جون بزنیم زمینش. دستتون درد نکنه. آقای تهرانی این حداقل گاسیده 150-200 نفری راحت غذا میده. بفرمایید در خدمت شما. خیلی زحمت کشید. به صدا میکنم. بابا آقا نره چه کردی؟ بابا. من نوکرستتون درد. من نوکر دستتون. ملاحظه میفرمایید حال پذیرایی ما اینجا یه سره گرفتیم برای همین مجلس. درسته. ملاحظه میفرمایید. بله. آلیست. تشریف بیار مادر جان. ویوره ببین. ویوره ببین. بیو بیو بله بله. خوب شد فامیلای ما نیومدن، جا نمیشدن. جا نمیشدن؟ مادر جان چه فرمایشه میکنی شما؟ من اینجا حداقل 300-350 نفره به شکل راحت جا میدم. بله جا میشه. شام کجا سرو میشه؟ شام که پای. مادر جان شامپاین. 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 پایین برگزار میشه و از این ور تا اون ور میز میچینیم تو پیلوت، همونجا همه میشینن شام میزنن. ممنون دستتون در نکنه، خیلی زحمت کشیدیم. آقا نقی یک لحظه من اتاق نامزدی رو من نشون میدی؟ بفرمایید بفرمایید من اومدم. مادر جان سودا بخونم ببخشید. شما برین جنگل تماشا کنین، هوای خوب بخورین. در خدمتی مادر. بفرمایید. چیه خانم؟ ببین ستار کجا برداشتی من آوردی ها؟ مگه چیه خانم؟ خوبه دیگه. خوبه؟ مراسم یه دونه دختر تو توی ساختمون نیمه کاری برگزار میکنی خوبه؟ خانم مراسم اصلی که تهرانه، اونجا سالون میگیریم، هر جوری که دلت میخواد مراسم رو برگزار کن. اینجا مال فکن فامیلای خودشونه، یه شام بهشون میدن تموم بشه دیگه ریسه نمی کنن بیان تهران. تو که اینقدر نگران من بودی برای چی اصلا یه دونه دختر تو به این پسر دادی؟ خانم حالا وقت این حرف هاست؟ دهن منو با نکن. چیه؟
تو گفتی اینجا تموم شده، هنوز که عمل بنده میره میاد که. آخ کاری نداره که، یه دستشویی مونده اونم تا شب تمومه. بوی رنگ میاد، اینم روی دخترشون خیلی حساسیت عجیب داره. آقا انقدر زنزلی نموش، مردی اومده، شما داری اسفند به دود میکنی طرفش؟ آقا شما خب بده بابا، برای خودت بده. آقا اینا اینا سوارت میشن. آقا اینا تهرانی هست، شما با فرهنگ های مختلف آشنایی نداری که. شما از علی آباد بیرون رفتی نرفتی، نمیدونی فرهنگ اینا چجوریه که. من با فرهنگ های مختلف آشنایی ندارم. کی پنجا تا بچه تهران رفیق داره؟ عبدالله اسکندری، مجید اسکندری، چند تا بهشون عمرت باشه. باشه درست میگی تو، درست میگی. آخه یه جوری داری مثلا کم آوردی جوری اینو که مثلا آقا من کم آوردم. فرهنگ غنی مازندرانی داری به چی میفروشی تو؟ تو بیار پایین دیگه. آقا جان خواهشی که هست دارم اینی که به مادر شیما جون نگو. مادر چی بگم؟ پدر؟ نه دیگه نگو مادر، اینا میدونی زنها رو سن سالشون خیلی حساسیت دارن. شما میگی مادر یعنی که سن سال شما زیاد است. خانم تهرانی خیلی خوب، عقد کردی؟ عقد که بله انجام شد، عقد اصلی توی محضر انجام شد، اینجا یه عقد سوری انجام میدیم دیگه. سوری؟ مرد مومن همه بلند میشن میان اینجا میخوان سکه های اصلی به تو بدن، تو سوری میخوای برگزار کنی؟ شما از اینا تهرانی هم رسم رسوم خبر نداری دیگه. تو خود تهران هم مراسم اصلی، عقد اصلی توی محضر انجام میشه، بعد میان جلوی دوربین چهار تا امضا علکی میکنن. مهر چی؟ چی؟ مهر، مهریه. مهر که مفتم شد. چقدر؟ 52 تا سکه. 52؟ 52 چی مولد میشه؟ زنت متولد 52؟ نه اون که 64ه. خب از این 52 کجا؟ 52 مادر شما جون 52 سالشه. ما گفتیم به خاطر اینکه بخوام در خاطر آب بماند که شما 52 سالت بوده ما ازدواج کردیم، 52 تا سکه. این پیشنهاد کی بود؟ خودم. خاک تو سره آقا. آدم اینقدر مادر زن ذلیل. آقا ول کن. آقا شما بزرگ من هستی، برادر من هستی، این خواهشی ازت مخواستم. خواهشی که ازتو دارم اینه، کت شلوار امروز میپوشی من نیستی میدم بدم به گلوت. گلو؟ گردنت. گردن؟ یقت. چی؟ پاپیون. این شلوارم رو میزنم گردنم که چی بشه؟ آبروی من حفظ بشه دیگه. اینو بزنم بیخ گلوم آبروی تو حفظ میشه؟ آقا اینو بزن، من که ضررت رو نمیخوام، با هم یه دست میشیم. اینو من میگم بزن برای اینکه توی خارج از کشورم میزنم دیگه. آقا آبروی حیثیت من تو علی آباد میره، من از این عدد فارا نداشتم. آقا این زشته. آقا اینو بفروش، مدل میشی، فشیون میشی، خیلی زیباست، کل دنیا. بله مادر. آقا نگو نگو مادر. یه نظر بده ببین گل بذارم سوراخ تیر دیده نشه. خوبه؟ نه نه خیلی بد. بده؟ خیلی. منجوق چی؟ منجوق. منجوق زنونه میشه که. زنونه از چیز چی؟ ماما مثلا این شال بندازم دور گردنم که بیفته روی سوراخه. خب این شال این ور اونور میشه معلوم میشه. چه کشلوار سرمه تو نمیپوشی؟ کشلوار سرمه ایه ماما جان، 50 تا مجلس من پوشیدم، عقد، عروسی، عزا، همه جا پوشیدم. نمیگن اینا خونه نوعی کشلوار نداشته مردی بپوشه؟ این مارک بده؟ مارک نه. اینه میزنم اینجا؟ نه هم گل بذاری باز بهتره. فقط جلو رو گل میذاری، پشتشو میخوای چیکار کنی؟ دگمه. دگمه. آره یه دگمه اینجا، یه دگمه عقب. بابا یارو این ور تا این ور لباسش پاره میشه، یه زیپ میزنه. بیا هماجا. من میگم بده ولی اگه بخوای میدوزم. بیا هما بابا. خدا خیرت بده. هماجا. جلو ماتون هم سنجاق بزنی. الان لباس من خوبه؟ بله آلی. نگاه بکن خوب. این ماه شدی. کسری من مناسبه با این میاد؟ بله خیلی هم خوش. خوبه داداش؟ خوبه آره. عرسو چی شد؟ عرسو هیچی دیگه، رفت ساری دنبال عروس. ماشین رو چیکار کرد؟ ماشینم که همون ماشین پدرزنش رو گلکاری کردیم و همونه برداشت رفت. جلو یه دونه دکمه، پشت یه دونه دکمه باشه. آره دیگه. اما این اذیتت نمیکنه؟ چی؟ حجمی که رو سر درست کردی؟ نه خیلی، خیلی هم خوبه. خوبه؟ فقط این کتو در نیاره، بلوزش هم سوراخه. بابا، نه. نمیشه، این مال شما نیست بابا. بابا جان، برو اینه در آره. نخی این بهبود این کت شلوار خودش حساسه بابا، نمیشه. این مردی میاد یه چیزی. لیلا لیلا که بابا هر چی گفت شما نباید انجام بدی که. لیلا زن زلیل بازی در میاری. ببینه قاطی میکنه بابا. بیا بابا جان. فهیم. فهیمه. فهیمه. بیا ببین شوهر چی میگه تو همون. نخی جان، ببین چی میگه. بوی همون میاد من دلم به هم میریزه. ببین چی میگه. بهبود. آه بابا کسی آب گرمه وا نکرده، سرتن تو بشو بیا بیرون دیگه. بابا بیا بیرون، سوسول بازی در نیار گوجیلا. نقصش تو کی هموم رفته حالا این یه غور میزنه؟ بابا یه ساعت آب همو باز گذاشت، گفت مامان تو. ای بابا، ما هم با این مادر خیالی پدرمون در اومد. اما واقعا این اذیت نمیکنه؟
خیلی گونده است. نقی واقعا نوری کاری نداشته باشه. من برای خودت میگم شما چرا بابا رو عوض کن. یواش با گرم کنه که خراب کرد. جرابت جراب من که جده این جراب این کچالوار منه؟ در میاد آقا کچالوار منه برای چی؟ در میاره در آقا بهبود آقا چی چی رو در میاره؟ مردسه این منه نگاه کن میدونه من چند رینگت پول دادم اونجا تو کوالالامپور ایره خریدم برای مجلس یا بسیاری چیزی آقا کوالالامپور این الان لجوج میشه لج میکنه آقا در بیارم اون پنجره لیلا میگیم آقا اتو این میشکنه آقا لیلا در بیارم برو بابا در در بیارم اون پنجره در بیارم باشه در بیارم خودش در بیارم آقا در بیارم آقا رو در آقا جان جان مامان لباس پوشوندی وارد بیار دیگه بله ببین چه دسته گلی شده واه 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 چطوری بابا قشنگ سنگینه جلوه جلوه اب نداره دیگه بابا جان بیا مامان بریم بابا باز کن این مسخره بازی دیگه خیلی خوب دیگه حالا انگار دامادی اینه دیر شده میریم دیگه میخواد وزوز کنید دیگه مامان جان بیا خیلی خوب بذار بپوشید خودت باور کردی بیا دیگه بابا بیا این چطوره؟ به به اصلا هم جلفه هماهنگ نه؟ قشنگه بابا بریم دیگه بابا جان پشو بریم چسبونه چسبونه؟ بابا جان لباسش چسبونم باشه مادر من یه چادر سرش میکنی دیگه نه عیبی نداره عیب نداره باشه یه دست لباس دیگه میپوشم آقا دست بردارین از این مسخره بازی ها شیر آب گرم هموم هار هار باز میذارین میره تو چه ها میگیم چی شده ننه لیلا رفته هموم لباس منه میپوشه میگیم چی شده ننه لیلا لباس تو رو دوست داره الان هم که بعد منتظر بمونیم ببینیم ننه لیلا چی میپوشه آقا بسه دیگه آه آه ماما بیا دیگه بیا بیا ماما عالیه خودش هم همینو دوست داره بله بله این دیگه با هم قشنگه خیلی ببین یه تیکه ماه شد عالی خودش رو دست خوبه خوبه بیرو خوبه آقا اجازه بده تمام این پیر مرد دامن نزن آن پنجری من نگاه کن پدرم اینجا هیشگی نیستش پدر من نگاه هیشگی نیست نگاه کن اگر بود که یه آخی اوخی چیزی ننه لیلا میگفتی دیوانه شدی؟ دیوانه شدی؟ بابا شما من دیوانه کردی نقی مردری میکنی؟ مادر من سنگ میزنی؟ آره مادر من قیچی میزنی؟ یک دفعه دیگه پشت سر من حرف بزنی جایی بده غیبت کنی من میدونم تو روش زیاد میکنه برای من بی تربیت حرکت کنیم لباسه بپو شما بوده اه 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 بی تربیت مادر من چنگ میزنه نقی جان چرا انقدر حرص میخوری؟ یه شب جشن داریم آه همون جان نباید با پدر من اینجوری صحبت کنه باید احترام پدر من نگه داره میفهمی چی دارم تو رو میگم یا نه؟ بله حق با توه ولی آروم باش دیگه یعنش. تو نمیدونی من چه حالی میشم وقتی پدرم میبینم اینجوری داره توهم میزنه همون جان چرا میدونم نقی جان بابا حالش خوب نیست دکترم گفت ممکنه روز به روز بدتر بشه یعنی چی؟ این دکتر 40,000 تومان از شما وزیت میگیره فقط بگه پدر من روز به روز داره بدتر میشه همین؟ نه یه چیزی هم گفت چی گفت؟ حالا ولش کن چی شده تو بگم ناراحت میشه آخه طوری شده؟ نه بابا چیزیشه؟ نه نه راستشو بگو اما راستشو میگم خب گفت بابا روز به روز نگهداری ازش سخت‌تر میشه گفت مثلا ببرین یه جایی که یه مددکاری شبانه روز از این پرستاری کنه یعنی من پدرم بذارم سرای سالمندان؟ دکتر اینجوری شما اینو شنیدی و با کفش نزدی دهن دکتر؟ این دکتری که معلوم نیست از کجا اومده مال کجا هست؟ من محترمانه گفتم نه خیر آقای دکتر لازم نیست ما خودمون ازش نگهداری میکنیم من خودم کنیزیشو میکنم شما اشتباه کردی اما جان شما باید به من میگفتی من خبر میکردی من میومدم اون دکتره به درخت پرتقال گره میزدم نقی جان هرس نخور شمارشو بده من وای نقی تو رو شمارشو بده من هنوز لباس نپوشیدم دیر شد نقی yeah. بابا بیا بریم مگه نمیدونی مهمونا معطلن بعدش مگه نمیگه هندلینگ مراسم با منه خب بیا بریم بابا من در کلید کنم اومدم دیگه اما اوه
بریم ماما. بده من در رو ببندم ماما جان. خوبم؟ چیه؟ کفشو جدیده؟ نه این همونه که پاشنه شکست درست کردی دیگه. چه زشته؟ نه خیلی هم زیباست. پس چی میگی؟ من نمیام، من میمونم خونه. فانقی؟ چی شد یه ها؟ اون بالا هوا خوبه؟ پایینی نگاه میکنی سرت گیج نمیره اوما جان؟ نقی معلوم از چی میگی؟ بالا چیه دیگه؟ من نیام بهتره، من کوتاه هم، شما بلندی، من آبروی شما رو میبرم، تیپت خراب میکنم، میدونی؟ نقی، داری بچه بازی در میاری یا؟ یه بار تو زندگی من کفش پاشنه بلند خریدم، یه بار. اوما جان شما یک متر از پایین کفش اضافه کردید، یک متر و نیم بالا رو اضافه کردی، دو متر خلافی داری شما. من نمیام. نقی جان هندلینگ عروسی با شماست، میخوای بیا میخوای نه. آقا دقیق چیه خودت داری خفه میکنی؟ یه تو چی بود داداش؟ عزیز من صاحب مجلسی مثلا شما، برو به مهمونا برس، برو داخل. یواش باشه، بفرمایید. آجدایی بفرما، بفرما. مدام رنجه کردی. به به دختر خاله پرستو خانم. آقا ناصر چطوری؟ سلام دختر خاله، حال شما. سلام علیکم. حال شما خوب هستید؟ نامی داشتید پاتختی می اومدین دیگه. شرمنده پسر خاله دیگه، تو از بندرگاه پشیم بیای اینجا دیر شد دیگه. جادم شلوغ، یه نامه برف میزنید دیگه اسیریه. بفرمایید. اسامت اومدن؟ نه، اینا مسکه برق آرایشگاه رفته، یه ذره دیر خرم ولی میان. شرمنده کردی پسر خاله. یعنی آبرو ما رو تو خریدی ها. شما عروسی جفت دخترات بشه تو این خونه ما بیام جبران بکنیم. نو هم مبارک. قربونت برم. بان شما. خونه پسر خاله بفرمایید. این چیه؟ چه روشنی خونه دیگه. زحمت ناقابل دیگه. قربان شما بفرمایید. 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 تقی جان راهنمایی کن. بفرمایید. کجا کجا بابا جان؟ بفرمایید داخل. بفرمایید سرده. برو بابا جان. برو پیش مادره. با خدایی خوبی؟ روبروی روبروشی؟ بفرمایید داخل. بفرمایید. تو قاب دازره؟ بله استاد. یازی سفت دیگه بدن باز نریزا. نه اوسا اوسا من دل زفه گرفتم صبح تا حالا، برم بالای میوه شیرینی یه چیز بخورم. این مرگ بخوری کارت بخور بوشگمت، برو آینه رو وزی بیار. بدو چشم اوسا. بخورم بخورم جانم. چی دست شویی داره؟ اینجا هنوز افتتاح نشده، یا ببرنش بالا یا ته حیات. بالا پر اوسا. ما چیکار کنم؟ ببر خانه همسایه، ببرین صف واسه. آقا بفهمی مزاحم ما نشه. بابا چه گرفتار شدیم ما. ای داد بیداد. سلام علی. سلام علیکم. مبارک باشه داداش. قربونت برم. مبارک باشه. سلام داداش. ببر داداش. مبارک باشه. زنده باشی. کسی بلنده؟ کسی بلند و رامینم بود رفت دیگه. اه؟ عرصو ناراحت نشد که. ناراحت نشد برای خودتون بعد چیزی که زیاد از این ماشینا. بفرمایید. دیگه شرمنده دیگه. با اجازهتون. خیلی خوش اومدید. قربون شما برم. سلامت باشید. بفرمایید. بفرمایید. زحمت کشید. بفرمایید. بفرمایید. زحمت کشید. بهبود داداش چیزی گم کردی؟ ها؟ چیزی گم کردی؟ تو که؟ ها؟ تو که؟ برو بالا برو. این گوساله مال کیه؟ ها؟ این گوساله مال کیه؟ برای ناقیه، برای مراسم گرفته. برو بالا، برو. بفرمایید. آقا ناقی داداش. جان. این گوساله که تو حیات بستی مالکیه؟ چطور مالکیه؟ پسو یه ایوون دیدی قاطی کردی؟ نه، همینجوری میگم، میخوام ببینم مالکیه. آوردیم جلو عرصو بزنیم زمین دیگه. میخواییم بکشین اینه؟ نه، ما میخواییم اینه بذاریم صدر مجلس واسه ما برخصه، مجلس کرم کنم. نکشین اینو، این حیف نجات داره هولشتاین از این نسل میگیرم. چی بشه؟ نکشین اینو، این حیفه.
دیشب تو اینو خونه به بود نیده بودی؟ دیشب من همه حواسم به شاسی بلند بود، دیگه نفهمیدم نکشین اینه. مرغ بزنیم جلو پای زمین؟ من یه گاو سراغ دارم، میرم میارم با این عوضدکش کنین، 2 میلیون هم سر بهت میدم. 2 میلیون؟ 2 میلیون سر بهت میدم. خب، الان آخه میره سر از تو عرصتو ماد میان. خب چرا حالا اومدنی میخواین جلو پاشون بزنی زمین؟ شب که دارن برمیگردن جلو پاشون بزنی زمین؟ آخه کسی وقت رفتن عرصتو ماد جلوشون چیزی میزنه زمین که ما دومیش باشیم؟ شاید من قبل از عرصتو برگشتم اصلا. 2 میلیون؟ الو رامین داداش، کجایی داداش؟ سری سر تکم برگرد، سری سر تکم برگرد. من کار دارم. برگرد ولقاز، من کار دارم. تمام. چلو بهبود چیزی نمیگی ها. به بهبود چه ربطی داره؟ من نمیدونم این چه ماجرایی داره، از دیشب تا هی دور گاب داره میچرخه. خاطر جمع باشه داداش، میرم برات ردیف کنم. فعلا خدا حافظش. خیلی مومن. زود اومدی یا وی؟ به نوکرتم دایی. خوبی روبرایی بفرما. روبروشتی؟ سالمی؟ ای داد بیداد. چی شد؟ الان اوستا. خود دیر دیگه. شب دو تا آرزوی معال من برآورده شد، یکی خود آمار شدی، یکی امارت من ساخته شد. بفرمایید کجا داری میدید؟ برو عروس رو بگید یا بابا جان بسا فرده میترسم بیا بچه‌ها. برن تو. نه نگفتی میخوای چشم سلام آقا نقی. سلام، نوکرتم. خوب انشالله. خوب هستی شما؟ عروسیه؟ عروسی که نه، نامزدیه مال پسر خالم. به سلامتی انشالله. سلامت باشی نقی جان. این حساب ما رو کی میخوای بدی؟ من که تلفنی عرض کردم خدمتت، پول بیاد دستم چشم میارم میدم. مرد حسابی، 6 ماه پیش 12 تا پنجره ضد عایق رطوبت سرما گرما واسه آوردم، رفته تو تحریم، الان قیمتش دوب شده. تمام بازار رو بگردی یه دونش هم پیدا نمی کنی. آقا سویش، من نمیدونم اینا چرا پنجره رو بردن توی تحریم؟ ها؟ یعنی 8 تن پنجره به علاوه 1 و اینا نمیدونن که پنجره جزو چیز نمیشه؟ جزو حسه‌ای و اینا نمیشه؟ بحثو چرا عوض میکنی؟ پولمو بده میخوام برم. آقا جان چقدر بود؟ 8 تومن؟ 8,500,000. عروسی به این گندگی میگیری؟ اما پول ما رو نمیدی. خوبه والا. عروسی نیست، نامزدیه، بعدم مال من نیست، پسر خالمه، بعدم فقط منزل منو گرفتن. من این حرفا علیم نیست. تمام پولمو میخوام، همین امشب هم میخوام. شما برو فردا بیا اینجا، من بهت میدم. فردا از کجا میگیری؟ نکنی یه شبه میلیونر میشی یا شاباش جمع میکنی بهم میدی؟
استاد من نیم ساعت دیگه یه 2,000,000 تومان پول به من میرسه. شما برو یه دوری بزن، یه ساعت دیگه بیا من بهت میدم. نقی جان، یعنی یه ساعت دیگه اینجا باشم 2,000,000 پول به من میدی؟ من نوکرتم. یک ساعت دیگه شما اینجا باش، چش به روی چش. بفرمایید. باشه، ما رفتیم. کجا میری پس؟ آسایش. سلام خانم. سلام. نقی جان. اوش نقی، ساعت 9 شده، غذای من اومد، اینو تازه رفتم بالا. چی کار کنم مامان جان، دیر اومدن دیگه. خب شام از دهن میفته دیگه، آبرو ریزیه. چه شما اجازه بده اینا کادوها رو بدم، من صدا میکنم اینا رو گوششونو میگیرم میام شام بهشون میدم. تو نقی این چه قربونی نکردی؟ گوساله این اسموسا آب نداده بودم به این خب حیوان. خب بابا قرار بود اینو جلوی پای عروسیمات قربونی کنیم دیگه. مامان جان ما که نمیکنیم، چشم هم چشم میکنیم که چشم. گفتم اینا آبشه بدن چشم. ما اینو قربونی میکنیم چشم. نقی ببین، من دوتا نیم گذاشتم. خب یه دونه تو کادو بری یه دونه من. مامان جان سکه کجا بوده؟ از قدیم نگه داشته بودم واسه همچین روز دیگه. خب ما الان طلبکارم اینجا بود. نمیگه شما بدهیت نمیدی میده سکه میدی به اینو؟ طلبکار کیه دیگه؟ همین آقای آسایش در پنجره دوجه داره. آسایش بود رفتو؟ بله. واسه چون تو بیاین دیگه شروع شد. اومدی مسخره بازیه اینا، کیه دعوت کردی دارن شلنگ تخته میندازن آخه؟ آقا اینا یک مدل از حرکت موزونه دیگه. ای بابا حرکت موزونه؟ آخه اینا مثل مرغ سرکنده دارن بپر بپر میکنن الکی. آخه این چه کاریه؟ آقا شما جای دیگه نرفتی، از علی آباد خارج نشدی، با فرنگای دیگه آشنایی نداری. اینم یک مدل از حرکت موزون است. حرکت موزون آخه چه کاریه؟ من نمیفهمم. یعنی در این هنری نهفته است؟ یعنی در این هنری نهفته نیست؟ تقی داداش بلند شو مجلس دست بگی آبروی حیثیت مو رفت. این آدم جمع کن ببر کنار. چشم بود چشم بود تقی کاغذی هم که به دادم به خون برو بلند شو. تقی 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 آقا هنرمندان تشریف بفرمایید. بنده جا داره از طرف دستندرکاران این مجلس چند تا تقدیر تشکر داشته باشم. اول تقدیر تشکر داشته باشم از جناب آقای تهرانی و همسر محترمشون، پدر عروس و مادر عروس، از قلب پایتخت ایران تهران. تشکر می‌کنم. بله بله. دوم تشکر داشته باشم از برادر عزیزم جناب آقا نقی که این عمارت زیبا و شیک و نوساز در اختیار آقا عرستو داماد عزیزمون گذاشتن، و همچنین هما خانوم که غذای بسیار خوشمزه تخت می‌فرمایند، ان شاءالله میل می‌فرمایید، از آشپزخانه سارانیکا، و همچنین آقا بهبود داماد عزیزمون که در صدر مجلس نشستن، مجلس ما رو مزین کردن. ببخشید. بله بله. همچنین جا داره یه تقدیر تشکر ویژه داشته باشم از جناب آقای ستایش، ببخشید آسایش، به خاطر پنجره‌ای که به خاطر چه ربطی داره؟ چه با من به این بدهکار ملکی تبلیغش کردم؟ گرماگیر، رطوبتگیر، سر خداگیره. دوستان توجه بفرمایید، این کارت ویزای اگه در اختیار داشته باشن میتوانن از تخفیف ویزای آقای آسایش بهره‌مند بشن. من آدرس رو خدمتتون اعلام میکنم، توجه بفرمایید. آدرس کیلومتر 8 جاده کیاکلا، ضلع جنوبی، جنب علی ساختمون، بغل دست صافکاری حسن نقاش. در پایان عرایزم توجه شما جلب میکنم به آهنگ زیبای برادران به نام بابم کیه کیه دور بمیرم بمیرم شه برار نقیه دور بمیرم بمیرم. Yeah.
پژمان جان داداش جونم، اینم دستمزد شما. بی زحمت لطف کن برو در خونه ما، اینو خوب. بده به مادرم، خودت پیادهش کن همون گوشه یه جایی ببندده. چشم خورم دست درد نکنه، قربونت برم. آقا مبارکت باشه، مبارک شما باشه. یه چاق و شله اصیل داری میبری، یه بوز لاغر دادی به ما دیگه. اینجوری هم دیگه نگو دیگه مرد حساب. این گوساله یک چموشیه که فکرش نمیتونی بکنی. چی فکر کردی؟ مبارکت باشه، اینو ببر یه گوشه تو حیاط ببندش. نه میذارمش همینجا تو ببرم ناجور، همه دارن شام میخورن. بله هر جور راحتی. شما پس اون قضیه چیز هماهنگش کن. بی زحمت. هماهنگ من حرف زدم. بفرمایید. دست درد. خداحافظ شما. آقای آسایش خدمت شما. دست درد نکنه نقی جان. باقیش چی میشه؟ باقیش من 500 تومن که واسه شما آگهی زدم و خب میمونه 6 میلیون تومن. چش پول گرفتم، چش خدمتتون میدم. خاطر جمع باشم نقی جان. خاطر جمع جمع. خاطر جمع جمع. بس ما رفتیم. کجا میری پس؟ شام نخوردم. شام بخوریم. یه ای با. گوشاله. نفهمیدم. گوشاله گوشاله رو ندیدی؟ من مسئول دیدن گوشاله هم. قربونی کنن بچاله. بچه خانم میزه بچه دختر رو بیاین این ور میزه کامل کن. بگو بکشم تا اینجا. بگو بکشم بیامونم اوچه چنگال بذار. سالادا رو بذاری. خب تو همه سالادا قاشق بذاری. سالادا رو بیارین بالا دیگه. بغل همه سالادا هم سس بذاری. حتما توشم قاشق بذاری. بچی مامو عجله کن. بعد این برنجای ساده رو خب یه دونه بذاری یه دونه باقالی پلو، یه دونه اینو بذاری یه دونه باقالی پلو بزاره. تو همش هم کفگیر باش. ها هما خانوم ببینم که میلنگی. نه بابا چرا، پس بپوش. بازم کف پوش نبالم بپوش. اشتباه کردم نقی. نه دیدی بگو دیدی گفتم بشین خب بشین. آخه کفش انقدر انقدر نه انقدر که هما جان در کوبیده رو باز نکنی وا میره دیگه. زرش هم خاموش نکنی. بله خانم. اومان جون دست درد نکنه، واقعا سنگ تموم گذاشته. خوبه؟ عالی. خوبه؟ عالیه. باقالی پلو رو هم بکشی. این چیه اومان؟ درش هم باز نکنی. این چیه گاردنه؟ کادوهای عروستون بود. حالا گفتن نینم آدم قابل اطمینان نداریم. باشه پیشتو. چیزی هم توش هست؟ چهار تا رو به بهاره دوست هم تراب. بله همه که مثل ما نمیشن که. زعفرونش هم بزن. زعفرون بزن. سکه خانم. بده خونه رو در اختیار بذار. شام بده. از خودت تعریف نکن دیگه. نه شوخی کردم. فهیم جا خوبه همه چی؟ خوبه خانم. خوبه. سند اینجا رو به نامت زدم. سند اینجا اومده؟ نه هنوز پایان کارش هم نیومده. میگم یعنی سندش بیاد به نامت میذارم. نمیخواد نقی منو چه داریم نقی؟ یعنی نمیخوای دیگه؟ چرا دیگه؟ ازیاد نکن دیگه. خوبه همه چی؟ بله خانم. برو بیان مهمونی. چش موسا جان شام خوردی؟ نه دیگه من دستم بشوره خودم. نه بابا جان بیا برو اینجا یه شام بخور. برو نه نه اینجا جا خالی پیدا همینجا بشین همینجا بشین. ماما جان ماما جان یه کباب زعفرونی بده بالا. زرش پلو میخوری؟ نه نه هم کباب خوبه. دست شما درد. موسا خب بیا پایین بخور. شما درد خیلی مهم نوش جون. دست درد بفرم. فقط نقی جان شما کاشیه توالت تموم کردی یک رول پلاگ بده آینه‌ش نصب بکنم دیگه مرام کی باد بدی یک شب شب رام شب ها دیگه مرام این امانتی هم اینجاست که خدمت در نکنه دست درد به به اومد مبارک شما نه تمام جان واقعا دهن بفهمید 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 اما خانم شام سر شد یه شام برای شما خانم لطفا دمت گرم دست درد نکنه عجب ما افتخار عروسی خانم
وقتی رو آمدی کردم میخواستم اجرا بشه من اینجا مثل تهرانی این رسمو دارم دیگه من بگم برای اینه اینه که اومدم تشکر کنم بگو به افتخار شاد آمد یک کف مرتب از همه عزیزایی که از راه دور و نزدیک از علی‌آباد و همه شهرهای اطراف از پایتخت تهران و همه تشریف آوردید خیلی تشکر میکنم میدونم که خیلی از شما منتظر ازدواج من بودید من خودم به شدت آدم ازدواجی هستم و شایعاتی هم در این مورد بود که من ازدواج میکنم نمیکنم بالاخره امشب به همه اون شایعات پایان داده شد من کیس مورد نظر خودم رو بعد از کلی دوندگی کف 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 بعد از کلی دوندگی شیما جان رو پیدا کردم خواهش میکنم به افتخار شیما جان که به دو زبان زنده دنیا مسلط هستن به افتخار پدرشون آقای ستار همدانی ستار تهرانی و سودابه خانم خواهش میکنم یک دست خیلی قشنگ قوی امسال سال خیلی خوبی بود برای من دارای گواهینامه یا لایسنس بین المللی شدم راننده ترانزیت شدم و 18 چرخ خریدم و ماشینی بسیار لکچری بسیار درجه یک گرفتم از تدارک دیدندگان این مجلس تشکر میکنم به شدت تشکر میکنم از مادر عزیزم به شدت تشکر میکنم از پرستو آقا ناصر به شدت تشکر میکنم از هما جان به شدت تشکر میکنم از آقا بهبودشان تشکر میکنم و همسر نازنینشون تشکر میکنم و تشکر اصلی رو از پسرخاله عزیزم میکنم آقای نقی معمولی که زحمت کشیدن در نبود من مراسمی بسیار لاکچری بسیار درجه یک بسیار باشکوه تدارک دیدن و من شما بسیار طبیل کپ کپ شما بسیار طبیل گروه موزیک بسیار طبیل گریه میکنه سلطه داره دیدم تبریک عرض میکنیم تبریک عرض میکنم امیدوارم که عروسی بچه های شما خود شما این شد کف بزنم کف لازمه که من اینجا بگم که برای اوسموسا هم یک کف مرتب بزنیم که این امارت برای من درست کردن قوی 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 کف بزن عوض شده؟ چی میگی؟ جانه تو عوض شده؟ گوساله عوض میشه آخه؟ آقا جانه تو اون بزرگتر بود، سفید سیاه بود بابا اینم سفید سیاهی دیگه این سیاه سفید آقا؟ آقا بیا برو بشین که مجلس آبرو ریزی نکن بیا برو بشین چشاد آلبالو گیلاس بیچینه زشت بده بودو دوستان شما امره که میل فرمودین یک سری از آقایون درخواست آهنگ محلی داشتن در اختتامیه مجلس توجه شما رو جلب میکنیم به یه آهنگ شاد محلی بگو 3 2 1 Right now!
اله الا الله.